سیزن چرا دراگون فلاید که کلن از تاریخی که این ویدیو داره ریکورد میشه دو روز بیشتر نمونده تا که عرضه بشه. تو این ویدیو قرار در مورد بهترین موقعیت درآمدزایی سیزن 4 دراگون فلاید صحبت کنیم. این ویدیو رو به هیچ وجه از دست ندید. اسپانسر این ویدیو هم تیم وو آنلاین. میتونید سر به سایتشون بزنید واسه فروش محصولات بهشون یا خرید محصولات ازشون، چه محصول دوتا باشه، چه محصول استیم باشه، چه محصول بتل نت باشه، اگزیل لگ گیر و بوستر، هر چیزی که فکرشو بکنید. لینکشون همین پایین تو دیسکریپشن و توضیحات بیشتر براتون میذارم که خیلی راحت بتونید پیداشون کنید. خب باربکس، امروز تو این ویدیو در مورد سیزن 4 دراگون فلایت میخوام صحبت کنم. خیلی از دوستان به من پیام دادن که داداش تو واسه سیزن 3 یا برای سیزن 2 دراگون فلایت اومدی کلی ویدیو گولد فارم گذاشتی، گفتی مثلا فلان متریال جدید قراره به بازی اضافه شه، فلان کرافتینگ جدید قراره به بازی اضافه شه، پس فلان متریال قرار گرون شه، فلان دانجن جدید قرار بیاد، فلان رید جدید قرار بیاد، پس فلان موقعیت‌های گولد فارم و درآمدزایی رو ایجاد می‌کنه. چرا برای سیزن 4 همچین ویدیویی نذاشتی؟ خب جواب من خیلی ساده است بچه‌ها، چون سیزن 4 کانتنت جدیدی قرار نیست بیاد، کرافتینگ جدیدی قرار نیست بیاد، یا متریال جدیدی قرار نیست به بازی اضافه شه، صرفاً همون کرافتینگ‌ها و متریال‌های قدیمی هستن. پس کرافتینگ جدیدی قرار نیست بیاد که من بگم آقا پس فرام متریال گرون میشه، پس ویدیو خاصی قرار نیست در مورد سیزن 4 بذاریم، همون متریال‌های قبلیه. حالا یه بحثی که پیش میاد اینه با اومدن سیزن 4 چون کلی پلیر برمیگرده به بازی که دانجن و رید بزنه، احتمالاً قیمت متریال 10-15% بیشتر بشه و وضعیت فارما یه کوچولو بهتر بشه، که اینم حدس و گمانه. چرا؟ چون متریال جدید قرار نیست به بازی اضافه شه و همون متریال قبلیه. پس خیلی ها پیش خودشون زرنگ بازی در میارن و میگن الان من برم متریال سیو کنم، ذخیره کنم، انبار کنم، سیزن 4 که اومد گرونتر بفروشم. و خب این طرز تفکر رو خیلی ها دارن، یه سری از متریال ها به مقدار خیلی زیادی انبار میشه، یهو میاد تو اکشن هاوس و قیمتش به جای اینکه زیادتر چه کمتر هم میشه. و بعضی وقتا میبینید که قبل از اینکه سیزن بیاد تو اون هفته قبل سیزن قیمت یه سری متریال ها بیشتره که بعد سیزن کمتر میشه. الان میتونید اکشن هاوس رو چک کنید ببینید که قیمت آیتم ها در چه وضعیتیه. برای همین من خیلی روی گولد فارم سیزن 4 حالا فکر نکردم و به نظرم خیلی گولد فارم سیزن 4 نمیتونه قوی باشه و بخواد خیلی خیلی برای شما سود داشته باشه یا پولساز باشه. اینو قبلا تو ویدیوهای قبلی هم گفتم، این یه حقیقتیه. سیزن 4 از نظر گولد فارم خیلی خفن و نیست و نمیشه گفت که پول خوبی از سیزن 4 برای گولد فارم در میاد. ولی از اون ور واسه بچه‌هایی که بوست میکنن کماکان فرصت طلایی باقیه. من یه عکسی رو از حالا سیزن 2 یا سیزن 3 دقیق نمیدونم بچه براتون رو صفحه میذارم. همونطور که میبینید سیزن تو این سیزن که داریم عکس رو با هم مشاهده میکنیم، اول سیزن، هفته اول سیزن، یه بوست دانجن میتیک بیست 3,500,000 گلد قیمتشه. 3,500,000 گلد. حالا ما میگیم آقا سیزن 4 قیمت ها کمتره، اصلا 3.5 نه، قیمت بوست میتیک 10 که در واقع همون میتیک 20 با تغییرات جدید اصلا 3,500,000 نیست، 2,500,000. که ما این 2,500,000 رو تقسیم بر 6 هم بکنیم باز می‌بینیم که نفری 400,000 گلد میرسه. یعنی دوستانی که توی سیزن 4 اون هفته های اول و اون یک ماه اول بتونن برن از روز اولی که سیزن 4 استارت شد بوست میتیک 10 بفروشن، روزی دو تا دونه بوست بفروشه، یا روزی 1,000,000 بالای 1,000,000 تومان به دست میاره و ماهی 30,000,000 تومان به دست میاره، بهترین فرصت واسه درآمدزایی از سیزن 4 همین بوست میتیک 10 از روز اولیه که سیزن میتیک پلاس استارت میشه. اینم بدونید که دو روز دیگه چهارشنبه و پنجشنبه داره سیزن 4 دراگون فلایت میاد، ولی سیزن میتیک پلاس و دانجن از هفته بعدش استارت میخوره معمولا، پس تو همون هفته اول استارت نمیخوره. شما یکی دو هفته فعلا فرصت دارید تا به اون نقطه‌ای برسید که سیزن میتیک پلاس استارت میخوره. و همونطور که گفتم کسایی که همون هفته اول بتونن برن بوست میتیک 10 رو بزنن توی یک ماه اول تا 30,000,000 تومان میتونن به دست بیارن. این نکته خیلی مهم اینه، آقا ما از کجا بدونیم که همون هفته اول میتونیم بریم همون روز اول بوست میتیک 10 رو بزنیم؟ میتیک 10 در حد بوست در حد میتیک 20 سخت شده. خب یک معیار اندازه‌گیری ساده و ثابت داره، اینه که اگه شما الان بوست میتیک 25 رو به راحتی بتونی انجام بدی، سیزن که عوض شه با همین کاراکترت حتی قبل از اینکه بخوای براش آیتم لول بگیری بوست میتیک 20 رو میتونی انجام بدی، یعنی 4 5 تا لول پایینتر از بوستی که تو سیزن قبل میتونستی انجام بدی سیزن بعد با همون آیتم لول میتونی انجام بدی. و خب
اگه بخوایم یه حساب کتاب سرانگشتی انجام بدیم، اگه شما توی سیزن 3 به راحتی بوست میتیک 25 داری میزنیم، سیزن 4 که بیاد همون روز اولی که سیزن 4 اومد یا حالا هفته میتیک پلاسش استارت خورد، همون روز اول شما میتونی بوست میتیک 10 انجام بدی که قیمت خیلی بالای 100% خواهد داشت. شما دو تا سه تا بوست میتیک 10 در روز بزنی، بالای 1 میلیون تومان در روز درآوردی. یه راهکار خیلی ساده تر هم داره، اونم اینه که برید نسخه PTR و نسخه تست سیزن 4 رو نصب کنید، برید تو بازی و سعی کنید که 4 نفره دانجن های میتیک 10 سیزن 4 رو بزنید، ببینید آیا میتونید بزنید یا نه. و اینم خیلی مهمه که با آیتم لول های سیزن 3 سعی کنید این کارو بکنید، چون روزهای اول و هفته های اول کسی آیتم لول نگرفته و شما باید با همون آیتم لول سیزن 3 این بوست رو انجام بدید. این بهترین موقعیتی که واسه درآمدزایی تو سیزن 4 هست. سیزن 3 و 2 هم بود این موقعیت درآمدزایی واسه بچه‌هایی که هاردکور بوست انجام میدن. پس بوست کماکان سر جای خودش هست. گرچه بچه‌های 2 3 هفته 1 ماه که از حالا سیزن 4 بگذره قیمتا 100% میشکنه و خیلی کمتر میشه، ولی اون 1 ماه اول و اون 2 3 هفته اول واقعا شما پول خیلی زیادی میتونی از سیزن 4 به دست بیاری اگه بوستر باشی و اگه بتونی که همون روز اول بوست میتیک 10 رو بزنی. این فرصتی بود که خواستم در مورد صحبت کنم و بهتون آگاهی بدم. اگه بوستر هستید و یه کوچولو کار دارید که مثلا بتونید بوست میتیک 25 رو بزنید، حتما خودتون رو قبل سیزن 4 به اون نقطه برسونید و خیلی بهتره که تیم داشته باشید. اگه تیم داشته باشید روزهای اول میتونید بهتری کنید. یه نکته رو تو پرانتز بگم واسه بچه‌هایی که شاید تازه واردن و حرفای من خوب متوجه نمیشن. بچه‌ها این که میگم 1 ماه اول طرف میتونه 30 میلیون تومان به دست بیاره، واسه کسی که حرفه‌ای بازی رو بلده و بوستر حرفه‌ایه. خب شما اگه به عنوان یک پلیر تازه وارد تازه بخوای بیای تو بازی لول اپ کنی، رنک اپ کنی، گیر اپ کنی و برسی به اون نقطه که بخوای حالا بوست میتیک 10 رو همون روز اول بزنی، سیزن 4 تموم شده. پس پلیرهای تازه وارد به این چیزی که دارم میگم به هیچ وجه دسترسی پیدا نمی‌کنن، چون کلا یکی دو هفته مونده تا سیزن جدید میتیک پلاس. فقط پلیرهایی که از قبل آمادگیشو دارن توی یک ماه، فقط یک ماه اولی که سیزن 4 میاد، میتونن از این موقعیت استفاده کنن. پس اگه پلیر تازه واردی و هنوز تو بازی نیومدی، این موقعیتی که گفتم هیچ جوره نه سرش نه تهش به تو نمیخوره، پس واسهش دندون تیز نکن. حالا بچه‌هایی که گولد فارم هم میکنن، بچه‌ها به نظر من یکی از بهترین روشایی که شما بتونید گولد خوبی توی بازی از طریق گولد فارم تو سیزن 4 به دست بیارید، اونم از طریق خرید و فروش آیتم و یه جوری دلالی آیتمه که در موردش تو ویدیوی قبلی صحبت کردم که لینکش الان اینجا میاد. اگه ویدیوی قبلی رو ندیدی حتما برو اون ویدیو رو ببین، در مورد روش‌های گولد فارم تو سیزن 4 بیشتر صحبت کردیم و در مورد دلالی و خرید فروش آیتم تیپ‌های بیشتری گفتم. امیدوارم این ویدیو تونسته باشه بهتون کمک کنه و بهتون انگیزه داده باشه که آقا روزهای اول بچسبید و سفت بوست کنید. ماچ به کله همتون، دوستتون دارم زیاد. فعلا خدا نگهدار.